27 روز فروردین ماه برابر با 16 آپریل سال 977 خورشیدی برابر با 1598 میلادی، حمام گنجلی خان که توسط گنجلی بیک ملقب به گنجلی خان از حاکمان کرمان در زمان شاه عباس در بازار این شهر ساخته شده بود افتتاح گردید. حمام گنجلی خان یکی از بناهای مجموعه گنجلی خان در شهر کرمان است که نمای بیرونی سردر آن از آجرهای ساده و نیلی، حاشیه‌ای از سنگ مرمر، نقاشی‌های سردر تشکیل شده. تزئینات گچبری و نقاشی‌های سردر حمام به دو بخش تقسیم می‌شوند. بخش بالایی مقرنس مربوط به دوره صفویه و دارای تزئینات گل و بته و گچبری زیبا و بخش پایین مربوط به دوره قاجاریه که بر روی تزئینات دوره صفویه سردر حمام کشیده شده و از جمله موضوعات این نقاشی ها می توان به تصاویر بهرام گور و خسرو و شیرین اشاره کرد. اما داخل حمام کاشی های معرق، هفت رنگ و کاشی های خشتی با تصویر انسانی از ویژگی های این حمام است. شبکه آبرسانی به خزینه، گرمخانه، سربینه، حوزها، حوزچه‌ها و فواره‌های متعدد آنها، نحوه گرم کردن هوای داخل حمام، چگونگی آب بندی مخازن آب و گرم کردن آب، ارتفاع کم و باریک و طولانی بودن راهروها، هشتی‌های میانی و سردرها، تناسبات فضایی ورودی‌ها و خروجی‌ها، ارتفاع زیاد رختکن، گود بودن حمام، بهره‌گیری از آب قنات، نگاه داشتن حرارت، ضد زلزله بودن و کاهش ارتعاشات لرزشی در اثر قرارگیری در درون زمین که بدون آنها کار کرده حمام ممکن نمی شد، از ویژگی های عمده حمام گنجلی خان به شمار می آیند. سال 1223 خورشیدی برابر با 1844 میلادی، زادروز ژاک آناتول فرانس تیبو، نویسنده و شاعر معروف فرانسوی، متخلص به آناتول فرانس که وی را پادشاه نصر فرانسه لقب دادند، چرا که سنگین، قوی، سهل و ممتنع می نوشت و سنت‌های کلاسیک را رعایت می کرد. پنلو رئیس مجلس و یکی از اساتید بزرگ دانشگاه پاریس در روز مرگ آناتول فرانس در نطق خیش گفت: آناتول فرانس پس از عمر طولانی و رسیدن به بلندترین درجات علمی و ادبی که بشر ممکن است به آن برسد وفات کرد. اما در شب 12 اکتبر که خبر مرگ او در دنیا انتشار یافت، هر صاحب نظری از شنیدن این خبر وحشت انگیز بر خود لرزید. سال 1268 خورشیدی برابر با 1889 میلادی، زادروز چارلی چاپلین، کمدین معروف سینما. سر چارلز اسپنسر چاپلین یکی از مشهورترین بازیگران، کارگردانان و آهنگسازان هالیوود و برنده جایزه اسکار که بیشتر فیلم‌هایش کمدی و صامت هستند، کار هنری خود را از سالن ویکتوریای انگلستان در سنین کودکی آغاز کرد و این مسیر را تا 88 سالگی ادامه داد.